مطمئنم که فرید شفیع نوری رو میشناسید، همون خواننده و نوازنده جوان ایرانی تبار که در سبک موسیقی فیوژن کار میکنه و آهنگای جذاب و دلنشین رو هم تهیه کرده. فرید یکی دو هفته پیش کنسرت کوچکی رو در نیویورک به روی صحنه برد که خیلی هم مورد توجه طرفداراش قرار گرفت. گزارشی داریم از همکارم ملودی صفوی. زیرزمین که به تازگی در محله گرینیچ ویلج منهتن در نیویورک افتتاح شده، در روزهای 8 و 9 ژوئن میزبان فرید شفیعی نوری، هنرمند ایرانی آمریکایی بود که با همراهی جیسن دیتسین، نوازنده کلارینت، مستمعین رو که اونها هم از طیف‌های مختلف ملیتی تشکیل شده بودند، به پشت دریاها و مرزهای موسیقیایی برد. کار خودم رو فکر می‌کنم میشه گفت کار امروزه، کار یه نسل جدیده، کار یه حرف جدیدیه. اینه که من نه تجربه نسل انقلاب ایران رو دارم و نسل تجربه توی ایران زندگی کردنم ندارم، ولی موسیقی رو میشناسم و موسیقی توی خونمه، توی رگمه، و اینو چجوری بخوام بیان بکنم به عنوان سبک موسیقی خیلی سخته. فرقی بوده بین کار من و خیلی هایی که در این زمینه تلفیقی الان دارن فعالیت میکنن اینه که این تلفیق در درون من به وجود اومده. هیچ وقت خودم نیومدم دو چیزو در کنار هم به زور بچسبونم. ریاضی واسه من نبوده. به نظر من موسیقی یک حرف احساسیه و اگرم حرفی برای گفتن اون وسط هست، اون باید ناخودآگاه باشه، اون باید از درون بیاد. فرید معتقده که هیچ چیز مثل موسیقی در جهان نمیتونه انسانها رو به هم نزدیک کنه. اما چه امری باعث میشه که فردی که در شهر آستین تگزاس متولد و بزرگ شده اینطور جدی و مصمم جذب موسیقی سنتی ایرانی بشه و نواختن سه‌تار و آواز ایرانی رو به سازها و سبکهای روز غربی ترجیح بده؟ طبیعتاً توی جنوب تگزاس من در مقابل یک نجات پرستی هم رو در رو شده بودم و این یه جورایی باعث شد که من بیشتر به سمت فرهنگ خودم برم و وسیله‌ای و ابزاری که اومد دستم این موسیقی سنتی بود که از بچگی گویا گفتن از تو قنداق که منو نگه داشته بودن همیشه موسیقی گلها توی گوشم بود. هدف فرید از این اجرای دو شبه در نیویورک که بدون برنامه ریزی قبلی انجام شد، صرفاً حمایت از گرداننده صحنه اجرای زیرزمین بود که امیدواره بتونه مکان دنج و صمیمی رو برای اجرای زنده نوازنده‌های ایرانی در منهتن ایجاد کنه. فرید درباره گروه موسیقی خودش که تهران و سورس نام داره تعریف می‌کنه که در حال حاضر سرگرم ضبط سومین آلبومش هستند. الان در مرحله ضبطیم برای آلبوم سوم. خیلی کارا رو ضبط کردیم در سان فرانسیسکو و ادامه ضبطش هم در آستین تگزاس می‌خوایم تمام بکنیم. خیلی از کارهای جدیدم امشب و فردا شب قراره زده بشه. به یه انرژی جدید دست پیدا کردم که فکر می‌کنم این آلبوم سومو به یه رنگ و روی دیگری ببره، به یه افق خیلی دورتر، یا اصلا نمیدونم چه کهکشانی دارم وارد میشم، ولی مطمئنم که همین نمیدونم که کجا دارم قدم برمیدارم این خودش درست. عاشق فرید شفیع نوری عاشق کاریه که داره میکنه، شوک‌گذاره و زندگی رو هم خیلی دوست داره. از این ساده تر نمیتونم بیان کنم.
شفیعی نوری عاشق و جیسن دتسیان همدل با اجرای صمیمانه خودشون محفل گرمی رو برای حضار به وجود آوردن و فضای کوچیک و دنج زیرزمین رو برای اجرای موزیسین های ایرانی دیگه آماده کردن. ملودی صفوی، صدای آمریکا، نیویورک.